جان های عزیز سلام و با درود فراوان به علی جان شو خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. هپی نیو ایرتون رو تبریک میگم. امیدوارم که سال 2016 میلادی برای همگی شما سرشار از محبت، امید و خنده باشه. خب حتما مایلید بدونید که مهمان این برنامه چه شخصی هست. تا حالا شده که با دوستان، خانواده یا همکار خود به یه رستوران شیک رفته باشید و تمام وقت نگران این باشید که آیا انتخابتون درست بوده یا خیر و اگر درست بوده چی باید اوردر بدید و چه جوری و با کی باید برای پرداخت پول دعوا کنید و اینکه چرا همه چیز اینقدر سخت باید باشه. خب سختی و نگرانیتون دیگه به پایان رسیده، چون مهمان امروز اینجاست که با شما جانهای عزیز در مورد اتیکت، انتخاب رستوران و آشپزی صحبت کنه. خانومها و آقا جانهای عزیز، فود کریتیک و منتقد غذا و آشپز ماهر آقای بابک ساتلی. همین سوالا که گفتی من هر جواب بدم. بله آقای ساتلی. واو. خوش اومدید علی جان شو. مرسی که دعوت کردید. حالتون خوبه؟ مرسی. خب بابک جان، یه خورده در مورد خودت بگو، چیکار داری می‌کنی؟ کجا زندگی می‌کنی؟ من شغل اصلیم اصلا آشپزی نیست. خب. شغل اصلی من تو آی تی هستش، کامپیوتر سافت ور خوندم و در انگلستان تحصیل کردم. تقریبا 7 سال پیش اومدم کانادا. خب برای مدتی تو مونترال زندگی می‌کردم و الان در تورنتو اقامت دارم. تورنتو چه شهر خوبی؟ از شهر شما بهتره. ولی شهر ما بهتره. نه فکر می‌کنم. نه بابا زمستون ما بهتره. زمستونشو دیدیم، نه زیاد خوب نیست. خب بابا جان چطور شد که اصلا وارد آشپزی شدی و اینقدر علاقه من به غذا شدی؟ ببین من موقعی که انگلستان زندگی می‌کردم یه همخونه‌ای داشتم، همخونه فرانسوی. آشپز بود، اومده بود در انگلستان و آشپزی یاد بگیره. و انگلیسیش هم می‌خواست تقویت بکنه. ما با هم خیلی دوست شدیم، قرار شد که من انگلیسیشو تقویت بکنم و اونم قرار شد من آشپزی یاد بده. اینه که من شروع کردم واقعا از پایه، هیچی هم بلد نبودم، ولی غذاهای خیلی فنسی مثلا فرانسوی و غذاهای ایتالیایی از اون یاد گرفتم. اینکه با هم زیاد دوست بودیم، می‌رفتیم مارکت با هم وسایل آشپزی می‌خریدیم، غذاها و با هم آشپزی می‌کردیم. از اونجا خیلی من یاد گرفتم و علاقه من شدم. خب انگلیسیش خوب شد؟ نه، ولی آشپزی من خوب شد. خب خوب بود دیگه. آره. هنوز در تماس هستی باهاش؟ زیاد نه. زیاد نه. دلیل داره یا نه؟ نمیتونیم با هم صحبت کنیم. آه هنوز انگلیسیش خوب نیست. آره. خب بابک جان، برای کسی که میخواد یه رستوران خوب انتخاب کنه چه پیشنهادی داری؟ ببین بستگی داره به رستوران که وقتی میخواد بری به چه علتی میخواد بری. برای جشنیه، برای غذا خوردنه، ولی مهمترین چیزی که وقتی میخواد رستوران انتخاب بکنی و بدونی که اون رستوران خوبی خواهد بود به احتمال خیلی زیادی، اینه که منیوشو نگاه بکنید. توی منیو هر رستورانی معلوم میشه که اون رستوران دقیقاً داره چیکار میکنه. هر چقدر منیو کوچیک‌تر باشه و یه سری آیتم‌های توش داشته باشه که مال اون فصل باشه، اون رستوران خوبی به احتمال خیلی زیاد خواهد بود. اینه که برای پیدا کردن رستوران سایت‌های مختلف هست، ریویوهای مختلف هست، ولی بهترینش منیوشه که بعد بهش نگاه بکنید توش چه چیزایی داره. مثلا ببخشید، مثلا رستورانی که استیک می‌فروشه اگه توش مرغ درست می‌کنن زیاد جالب نیست. باید رستوران ببینید که تخصص اون کارو داشته باشه. یعنی فقط استیک بفروشن. برای استیک میرین استیک هاوس. یعنی مثلا استیک با میرزا قاسمی نباشه. نه، اگه استیک هاوسی که میرزا قاسمی میفروشه don't do that. اصلا همچین کاری نکنید. خب حالا درباره اتیکت شام و نهار برامون یه خورده توضیح. مثلا شام معمولی و نهار کاری. بذار نهار کاری رو توضیح بدم. خب. چون اون چیزی که همه گیج میشن، نمیدونن بعد دقیقاً چیکار بکنن. برای زمانی که شما با دوستاتون میرین بیرون برای پرداخت کردن پول، آخر سر جر و بحث میشه، بعضی ایرانی هم که خیلی تعارف میکنن، ولی توی نهار کاری یه قانونی هست، یه سری قانون های اتیکت های هستش که باید اجرا بکنیم. مثلا کسی که شما رو دعوت کرده همیشه پرداخت میکنه، هیچ فرقی نداره که خانم باشه یا آقا، اون کسی که دعوت میکنه پرداخت میکنه و شما هیچ جنگ و دعوایی هم توی سر میز نخواهید داشت. و معمولا دعوت که میکنن رستورانی انتخاب میکنن که خیلی گرون نباشه، رستورانی که همه بتونن قدرت پرداخت رو داشته باشن تو اون رستوران. و یکی از مثلا اتیکت‌های دیگه برای نهار کاری این هستش که شما زمانی که دوستاتون میان، یه خانمی که باشه صندلی رو براشون حرکت میدین که بشینن، توی کار این کار رو انجام نمیدین توی نهار کاری و همه کار خودشون انجام میدن. این چیزا هستش که مثلا موقع پرداخت باید خیلی حواستون باشه که اگر رئیستون هست همیشه رئیستون پرداخت میکنه. هیچ وقت شما واسه رئیستون پرداخت نهار رو انجام نمیدید. خب امروز میتونی تو رئیس من بشی، منو دعوت کنی نهار. نه.
چرا؟ خب دیگه نهار دیگه بالاخره نهار بخوریم با هم دیگه. حالا کاری با هم میکنیم. ولی من پرداخت نمیکنم. باشه مسئله. خب بابک جان سخت‌ترین غذایی که تا حالا درست کردی چی بوده و چرا؟ میرزا قاسمی چون درست در نمیاد هیچ وقت. راست میرزا قاسمی به خاطر اینکه توش بادام جون داره و بادام جون خریدن خودش روش داره. واقعا؟ آره خیلی روش داره. برایش هم غذای فوق‌العاده سختیه. خب من غذای ایرانی زیاد بلد نیستم و یکی از غذایی که ایرانی که علاقه دارم اینه و نمیتونم بسازم. حالا شاید بعداً رمز و راز بادام جون پیدا کردن جالبم به یاد بره. خب الان درباره اش صحبت کن، بینندگان فکر کنم مشتاقن بشنون. درباره بادام جون؟ آره درباره بادام جون. برنامه خیلی خوبیه. ببین بادام جون وقتی میخوای انتخاب بکنی، وقتی خب. میخوای بخری، بادام جون یه سری توش تخم داره، یه سری توش نداره. درسته. خیلی‌ها نمیدونن چجوری انتخاب بکنن که درست در بیاد. ولی بادام جون جزء سبزیجاته ولی نرم ماده داره. خیلی جالبه. دقیقاً. خب. بادام جون رو اگه تهشو نگاه بکنین یه نقطه هستش یا یه خط. اگه نقطه بود مرده و تخم زیاد نداره، اگه یه خط بود خانومه و پر تخمه. اینا رو من نمیدونم میخوام پخش بکنی یا بلیپ بکنی. من فکر کنم پخش میشه. خب یعنی تو وقتی میری خرید میکنی وسط مغازه داری بادام جون رو نگاه میکنی؟ من وقتی خرید میکنم یه مقداری مشکوک قیافم. تو کاری که میکنم تو موقع خرید، چون علاقه دارم، ولی مردم که رد میشن نگاه میکنن نمیدونم دارم خرید میکنم یا تحقیق. خب پس با اون دوستت خرید میرفتی واقعا دیدنی بود قضیه. اون آره، اون قد بلندی هم داشت، با هم خرید میرفتیم، خیلی ها چیزای اشتباه دربارمون آره. فکر میکردن، ولی آشپز ماهری بود و خیلی چیزا رو به من یاد داد. چیزی که یاد داد این بود که به صورت خیلی ساده میشه آشپزی کرد، خیلی پیچیده نیست. درست. چیزایی که شب بتونید بعداً با بینندگان به اشتراک بذاریم. حالا امروز اگه منو نهار بردی شاید رسیپی میرزا قاسمی رو بهت من دادم. یعنی بریم با هم میرزا قاسمی درست بکنیم؟ نه با هم بریم نهار، بعد من رسیپی رو بهت میدم. آن رسیپی داری؟ آره. پس خب بیا جوابونو عوض کنیم، پس با هم من سوال بکنم از سال دیگه. سال دیگه. خب بابا جان باحال‌ترین رستورانی که تا حالا تو رفتی کجا بوده و و و چرا؟ ببین اگه یاد باشه گفتم برای پیدا کردن رستوران خوب باید منوشو نگاه کنی، منوی باید ساده داشته باشه. درست. حالا علتش چیه که باید منوی ساده باشه؟ چون آشپزی که داره اون آشپزخونه رو کنترل میکنه بتونه روی منوی خیلی کوچولو کار بکنه و روی متخصص بشه. یه رستوران زیاد اینجوری هستن تو مونترال، تو شهر شما هستند، تو اروپا هم خیلی هستند. خب. یه رستورانی که من رفتم که خیلی دوست دارم و منوی خیلی کوچیکی دارم ولی فوق العاده خوب هستش، اسمش هست گرومن 78 در سن هنری مونترال. در سن هنری مونترال که رستورانی هستش که فکر میکنم قبلا به صورت فود تراک بودن، کامیون توی شهر میگشتن و الان یه رستوران شدن و کوالیتی غذاش، کیفیت غذا و منوشون فوق العاده است. یکی از رستوران مورد علاقه منه. علتهای دیگه هم داره که نمیتونم بگم. باش اشکان. ببین از شهر به اون بزرگی اومدی، هنوز بهترین رستوران تو مونترال. خب علت داره که میام شهر شما، فقط تو نیستی. علتهای دیگه هم هستن. بسیار خب. حالا کدوم محله تو مونترال به نظر تو از لحاظ غذا و رستوران بهترین محله است؟ من فکر میکنم اولپورت. درسته. من خودم این مقدار اولپورت زندگی میکردم. رستورانه خیلی جالبی توی اولپورت هستش. یک رستورانی در اولپورت هستش که قبلا زندان زنای دیوانه بوده. آها. و چندین سال پیش خانم ایتالیا اینجا رو میخره و تبدیل میکنه به یه رستوران. رستورانی هست که پنجره نداره و این اسمش رو نمیگم که پیداش بکنی. باش. و غذای ایتالیایی داره و منو هم نداره. منو هم نداره. آره هر چی ماما درست بکنه اون روز همون روز بعد بخوری. پس غذاش فکر کنم دیوانه کننده است. احتمالش هستش که اونجا بیرون نیای. خب خیلی خوبه، پس میتونیم امروز نهار بریم اونجا. هست نه من با تو یه جا نمیتونم بمونم. غذایی هم هست که تو مورد علاقت نباشه؟ آره غذای هندی من دوست ندارم چون خیلی پیچیده است و تهچین. تهچین؟ آره تهچین من نمیدونم کی اختراع کرده اصلا. خودمون. نه ببین تهچین رسیپی نداره. یه بار میگم بعد بذاری تو فر، یه بار میگم بعد بذاری روی گاز. خب. یه بار میگم بعد توش تو بزنی، یه بار میگن نزنی، یه بار مرغ توشه، یه بار مرغ روشه، بعضی میگن زرش داره، بعضی میگن نداره. معلوم نیست اصلا کجا پیدا شد. من فکر کنم یه اشتباه بوده. دیگه داره ادامه پیدا میکنه. اون غذا رو من دوست ندارم. خب شاید با اردک بشه درست کرد. تاچین بابا الان داری عوضش میکنی دقیقا. میبینی؟ بالاخره ما عوض دقیقاً اینه که اصلا این غذا معلوم نیست کجا اومده، چه اتفاقی افتاده. خیلی مشکوکه. نه من واقعا تاچین دوست ندارم، غذای هندی هم اصلا نمیتونم بخورم اصلا. خب بسیار خب بابک جان خیلی متشکرم، لطف کردی با ما بودی در شو علی جان. مرسی، سپاس، خیلی ممنون من دعوت کردیم. خواهش میکنم. حالا اگه بشه در آینده، نمیدونم کی،
ولی بتونیم با هم چند تا غذا درست بکنیم. بسیار خوب. صحبتشو کردیم درباره غذای ساده، بتونیم غذای سریع و ساده با هم درست بکنیم و با بینندگان به اشتراک بذاریم، خیلی چیز جالبی میشه. پس قرار نهار بریم بیرون. نهار میریم بیرون ولی تو پولشو بدی. باشه. تو امروز ولی با هم غذا درست می‌کنیم. هیچ اشکال نداره. بسیار خوب. مرسی بابک جان. خیلی متشکرم. بینندگان عزیز، با سپاس فراوان از اینکه با ما بودید. دفعه دیگه خرید بادمجون رفتید، نقطه و خط یادتون نره، لبخندم یادتون نره. تا برنامه بعد.